درود گرم شما آقای سیاوش عبستایی عزیز. درود بر شما استاد سیروس شرفشاهی، روز و شب خوش. میترسم استاد سیروس شرفشاهی بگم حالتون چطوره، بگیم چه حالی؟ حالی که ما نداریم، اینجا لس آنجلس اصلا 15 روز بارون بند نمیاد، ما اصلا همه چیز از بین رفته، چند جا سیل گرفته و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده. همه دعا میکنن، یه زمانی هست مردم دعا میکنن آقا بارون بیا بارون بیا، الان انقدر اومده که همه نگران اوضاع احوال و تردد و خرید و در حال مراجعه به بازارها و ایناست و مشکلاتی ایجاد کرده این بارون در لس آنجلس که باید دعا کنیم که خدا رو. باز من تازگی هم خواب دیدم استاد شرفشاهی، گفت حالا چطور سیاوش عبستایی؟ گفتم عالی، به قول رفیق خاچاتوریان عزیز که دیگه با ما نیست، چوب میگفت، چوب دامی تلویزیون پاس میشست، یک فنجان هم اینجوری همیشه دستش رو میگفت چوب. استاد شرفشاهی قد کنم خدمتون، شما استاد ما هستید، ولی در آیین زرتشت همین امروز بازی سخنرانی داشتم به فرانسه برای جمعی، یکی از اصلی ترین پایه های اندیشه و تفکر میترایی، آریایی، اوستایی، زرتشتی، که اینا همش یکیه، این هست که ما مثبت هستیم، ما همیشه مثبت هستیم و همیشه خوشبین هستیم، در نهایت ناامیدی امیدوار هستیم، چون ما معتقدیم اهورامزدا مثبت است، خورشید است، خورشید تابان است. استاد شرفشاهی، هر که تو دنیا میخواد مناجاتی بکنه، درخواستی داره، کار بیرون دست میبر هوا. حالا امشب بهتون میگم چه دیجوره هوا رو نگاه کنم همه در نیای شاه، چون به خورشید مینگرم، خورشید مهر تابان، همه وجود ما از اوست، به ما میگه همیشه امیدوار، خوشحال، خندان. اگر غم دنیا رو دارید بازم خوشحال و خندان باشید، مثل من باشید، مثل خورشید باشید. میگه من نور تابان رو میتابانم بر هستی، بر همه جا، نگاه نمی کنم طرف سفید، سیاه، زرد، کدوم کشور، کدوم اندیشه رو داره، اصلا نبش نگاه نمی کنم، نور خودم رو میتابم، انرژی رو میدم، ویتامین د رو میده. حالا استاد سیروس شرفشاهی، چون دو تا ویدیو داریم و شاید وقت زیاد نباشه، اجازه بدین زود بریم سر اصل مطلب. اولی که یه قهرمان بزرگ جنگ ارتش بود، آذرفر از جهان رفت، ارتش بود آذرفر با از جهان رفتنش ارتش شاهنشاهی رو در ایران زنده کرد. این الان از هنگامی که در گذشت ایشون اعلام شده، ارتش دوباره که از زمان شاه، یعنی چون تمام افتخارات جنگ رو ارتش آفرید، هیچ ازش اسم نمی آوردن، ولی الان با آذرفر همه دارن میگن که پیروزی‌های بزرگی این مرد برای ایران آورد در جنگ با صدام حسین چه. و از همه مهمتر استاد سیروس شرفشاهی یکی از فرماندهان و آموزش دهندگان تکاورانی بود که اصلا بی‌نظیر. حالا یه دقیقه فیلمشو هست می‌بینیم و بعد برمیگردیم که اصل مطلب رو بریم، که امروز اصل مطلب استاد سیروس شرفشاهی شما رو خیلی خوشحال می‌کنه، یعنی بهتون نه تنها امید میده، این نوید را میده که ببینید تلاش ها تا کجا در قلب ایران به نتیجه رسیده، خواهیم دید بعد از آذرفر. همین بود که صدام حسین که نشون دادیم، همین که صدام حسین اولش هست، همینه، بله، همین بله، همین فیلم شماره یک، بله، میبینیم استاد سیروس شرفشاهی، ببینیم، بریم، صدا داره. صدام در طول جنگ فقط از یه فرمانده ایرانی میترسید، اونم هم کلاسش بوده، سرتیپ قزنفر آذرفر، لور با غیرتی که بهش پدر تکاوری ایرانم میگن. تمام دوره‌های نظامی تکاوری، رنجری، هوابرد و اشی فرمای امیر آذرفر لشکر 64 پیاده را ایرا مردم از نموده من افتخار میکنم قبل از اینکه مثلا درجه داشته باشم، امیری باشم یا چیزی باشم، یک سرباز ایرانی هستم
که در جنگ تا آخرین لحظه کوشیدیم که آلمان بشیم و حسن را رفتان چون ایران نباشیم بدین بونو بر زندگی دارم مباد اگر سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که میهن به دشمن دهیم دریغ از ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود. بله استاد سیروسی شبشایی روان شاد ارتشبات آذرفرد.